پیشرفت به بهای نابودی و رفاه به بهای ویران کردن طبیعت. تولید انبوه و افزایش رشد ناخالص داخلی رویکردی با هدف سود بیشتر که نتیجهش تخریب طبیعت است. اما سازمان ملل متحد میگوید وقت تغییر بنیادی در این رویکرد اقتصادی است. 22 آوریل دوم اردیبهشت روز جهانی زمین است و سازمان ملل متحد شعار امسال را سرمایه‌گذاری برای زمین نامیده است. شعاری که خطاب به آن سرمایه‌داران و صاحبان صنایع است و از آنها می‌خواهد تا با شیوه‌های پایدار در تولید و توزیع برای حفظ زمین هم سرمایه‌گذاری کنند. امروز در حالی که سرمایه‌های میلیاردی صرف برنامه‌های فضایی می‌شود، زمین اسیر پیامدهای بحران‌های اقلیمی و محیط زیستی است. خشکسالی، گرمایش زمین، آتش‌سوزی‌های گسترده، جاری شدن سیل‌ها و طوفان‌های مکرر در مناطق مختلف دنیا یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده زندگی بشر است. حقوق بشر و تغییرات اقلیمی در ارتباط جدایی ناپذیر با هم هستند. کمبود آب، آتش سوزی، کمبود مواد غذایی و بالا آمدن سطح آب دریا بر حقوق بشر تأثیر می‌گذاره و حق زندگی را از بین می‌بره. بنا به ارزیابی سازمان ملل متحد، بحران اقلیمی به بروز جنگ‌ها و بزرگترین مهاجرت‌های انسانی منجر می‌شود. بحرانی که نتیجه مستقیم رفتار انسان است. رفتار انسان مستقیما بر تغییرات آب و هوایی تأثیر میذاره و چرخه آب رو تحت تأثیر قرار میده. اما جنبه دیگری از فعالیت‌های انسانی مربوط به خشکسالی و مدیریت آبه. از جمله در سدسازی و پمپاژ آب انسان مستقیما چرخه آب در خشکی رو تغییر میده. جنگ و درگیری نظامی که از عمیق‌ترین زخم‌ها را بر چهره زمین می‌گذارد. از جمله در جنگ اوکراین. تخریب زمین یکی از حاصلخیزترین مناطق دنیا سویه دیگری از پیامد رفتار انسان با مادر زمین است. امروز توجه به سرنوشت زمین حاصل تلاش طولانی و پیگیر دانشمندان و مدافعان محیط زیست است. در ارج گذاری فعالیت یکی از پیشگامان حفظ سیاره زمین، سازمان ملل امسال دیوید اتنبرو فعال محیط زیست را قهرمان و پرچمدار زمین معرفی کرده. پیشکسوتی که طی چند دهه گذشته سرنوشت زمین را به پرده تلویزیون و قلب خانه‌های میلیون‌ها نفر آورد. شهره جولانی، لندن.